اشکان صفایی همکارم از همینجا در اورشلیم ما را همراهی میکنه. خیلی واکنش های زیادی بوده نسبت به آتش بس موقت اشکان، هم در داخل اسرائیل و هم در سطح بین المللی. درسته پریسا، واکنش ها بسیار زیاد بود. حالا در واکنش دولت آمریکا جو بایدن رو گفتی، اما واکنش های بین المللی به واکنش آمریکا محدود نمیشه. بسیاری از کشورهای غربی رهبرانشون بیانیه دادن، استقبال کردند، از فرانسه گرفته تا آلمان تا اتحادیه اروپا. برخی از اونها مثل فرانسه ابراز امیدواری کردند که شهروندانشون که اونها هم در بین گروگان ها هستند در بین همین آزاد شد شدگان باشند، حتی در بین گروه اول آزاد شدگان باشند. همچنین برخی از اونها در واقع به این موضوع اشاره کردن، گفتن که این خیلی خوب هست که الان اینها آزاد میشند، اما این رنجی که اونها در طول این 47 روز تا الان بردند به هیچ وجه در واقع فراموش شدنی نیست. علاوه بر کشورهای غربی، روسیه هم از این در واقع از این توافق استقبال کرده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این رو یک اقدام خوب توصیف کرده که به گفته او مسکو به دنبالش بوده از همون اول و خواهانش بوده. وزارت خارجه ترکیه همین دقایقی پیش بیانیه ای صادر کرد و آنکارا هم از این موضوع، از این آتش بس استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که طرفین به او پایبند باشند و این گام اولی باشه به گفته در واقع وزارت خارجه ترکیه برای یک صلح طولانی مدت، برای پایان درگیری. کشورهای دیگر هم هر کدام بیانیه هایی دادن. سازمان ملل هم دقایقی پیش بیانیه ای داده و از این آتش بس استقبال کرده. اما درون خود اسرائیل واکنش ها در واقع متفاوت بوده. ما حزب راستگرای افراطی اقتدار یهودی رو داشتیم، حزبی که تنها حزبی بوده که دیشب به این در واقع به این به توافق رأی موافق نداده، که به شدت انتقاد کرده، گفته این یک در واقع پایه بدی رو خواهد گذاشت برای مواردی در آینده. خانواده های گروگان ها بخش بزرگیشون حمایت کردند، بخششون اما گفتن این موجب دو دستگی بین خانواده ها ممکن هست بشه و نهایتاً تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از این توافق حمایت و استقبال کرد. ممنونم از توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم.